سرخط خبرها. ولسوالی دولت آباد فاریاب دوباره به دست طالبان افتاد. رحمانی: میدان هوایی را بر روی وکلا بند کنید تا به جای خارج رفتن در صف جنگ بروند. کرونا: مجلس هفته یک بار نشست عمومی برگزار می کند. و همچنان در پایان، جنگ در بدخشان، حمله طالبان مهار شد، 7 نیروی محلی کشته شدند. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. منابع محلی در فاریاب به خبرگزاری افق میگویند که ولسوالی دولت آباد این ولایت بار دیگر به دست جنگجویان طالبان سقوط کرده است. آق محمد نوری عضو شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری افق گفت که نیروهای امنیتی حوالی ساعت 3 بامداد امروز چهارشنبه 26 جوزا بر مرکز ولسوالی دولت آباد حمله کرده و کنترل ساختمان ولسوالی را به دست گرفتند. این عضو شورای ولایتی هم افزود که پس از تصرف ساختمان ولسوالی دولت آباد توسط نیروهای امنیتی، جنگجویان طالبان بار دیگر حمله کرده و کنترل ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس را صبح امروز به دست گرفتند. از سوی دیگر، نادر سعیدی عضو دیگر شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری افق گفت که در این درگیری 15 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. این عضو شورای ولایتی فاریاب افزود که فرمانده پلیس ولسوالی دولت آباد به انخوی رفته و در تلاش است عملیات دیگر را برای بازپسگیری ولسوالی دولت آباد راه اندازی کند. این در حالی است که صبح امروز منابع امنیتی در ولایت فاریاب در گفتگو با خبرگزاری افق اعلام کردند که نیروهای دولتی با اجرای یک عملیات مرکز ولسوالی دولت آباد را از طالبان پس گرفتند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز چهارشنبه 26 جوزا با افق گفت که نیروهای دولتی در یک عملیات مشترک بامداد امروز وارد مرکز ولسوالی دولت آباد شدند. او گفت که به طالبان تلفات سنگین وارد شده و این گروه از مرکز دولت آباد عقب زده شده است. اما اعضای شورای ولایتی فاریاب میگوید که جنگجویان طالبان پس از سقوط ولسوالی دولت آباد به دست نیروهای امنیتی بار دیگر حمله کرده و کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند. این ولسوالی هفته گذشته به دست طالبان افتاده بود. جنگجویان طالبان هفته گذشته ولسوالی قیصار فاریاب را نیز تصرف کرده بودند. همچنین این گروه مدعی است که اخیراً بیش از 30 ولسوالی را در چندین ولایت تصرف کردند. رحمانی: میدان هوایی را بر روی وکلا بند کنه تا به جای خارج رفتن در صف جنگ بروند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از مسئولین میدان هوایی کابل خواسته است تا به وکلای پارلمان حق سفر به خارج را ندهند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون ملی، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه دیروز گفته است که اعضای مجلس باید به ولایت‌های خیش بروند و در کنار نیروهای امنیتی بجنگند. آقای رحمانی به مسئولان میدان هوایی بین‌المللی کابل دستور داده شود که هیچ وکیل حق سفر به بیرون از کشور را ندارد. این در حال است که چند پیش آقای رحمانی از رهبران سیاسی حکومت و مدیران نهادهای امنیتی خواسته است که از طریق بسیج وسیع سیاسی مردم را در دفاع از کشور سهیم کنند. رئیس مجلس نمایندگان 24 جوزا در نشست عمومی مجلس گفت که باید همه برنامه ها و استراتژی های جنگی از سوی نهادهای امنیتی در شرایط کنونی تغییر کند. رحمانی افزود که جوانان کشور و مردم باید وارد دفاع مستقل و خودی شوند و از کشور در برابر جنگ افروزان دفاع کنند. کرونا: مجلس هفته یک بار نشست عمومی برگزار می کند. همزمان با افزایش شمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در کشور، اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که جلسه عمومی این مجلس برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا یک بار در هفته برگزار شود. کمیسیون امور صحی مجلس در نشست عمومی امروز چهارشنبه 26 جوزا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پیشنهاد محدود شدن جلسات مجلس را مطرح کرد که بر اساس آن قرار است هفته یک روز جلسه عمومی و کمیسیون های مجلس برگزار شود.
بر اساس رأیگیری مجلس قرار است نشست‌های عمومی روز دوشنبه و جلسات کمیسیون‌ها روزهای یکشنبه برگزار شود. این در حالی است که چند روز پیش وحید مجرو سرپرست وزارت صحت آمد در جلسه استجوابه مجلس نمایندگان پیشنهاد تعطیلی دو هفته این مجلس را مطرح کرده بود. از سوی دیگر میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان پیش از تصمیم گیری اعضای مجلس گفت که مجلس برای دو هفته رخصت شود و تمام اعضای مجلس به ولسوالی هایشان رفته و در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان بجنگند. رئیس مجلس نمایندگان افزود که به میدان هوایی کابل دستور داده شود که به هیچ یک از نمایندگان مردم که قصد سفر به خارج را داشته باشند اجازه پرواز ندهد. اما این حرف رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد برخی از اعضای مجلس روبرو شد. اقبال صافی عضو مجلس نمایندگان گفت که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تنها جلسات عمومی مجلس و کمیسیون ها محدود شود، اما نباید مجلس رخصت شود. در همین حال عظیم محسنی عضو دیگر مجلس نیز گفت که در صورت تعطیلی دو هفته‌ای مراحل تصویب قوانین در مجلس عقب می‌ماند و نیاز است که هفته یک بار جلسه عمومی و کمیسیون‌ها برگزار شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر آمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در کشور به صورت بی‌سابقه افزایش یافته است. چند روز پیش وحید مجرو سرپرست وزارت صحت آمد در نشست گفت که پیک موج دوم کرونا 7 تا 10 برابر موج‌های اول و دوم کرونا خطرناک‌تر است. جنگ در بدخشان. حمله طالبان مهار شد، 7 نیروی محلی کشته شدند. منابع محلی در بدخشان به خبرگزاری افق میگویند که جنگجویان طالبان در ولسوالی کشم این ولایت مهار شده و در جریان درگیری 7 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز چهارشنبه 26 جوزا به خبرگزاری افق گفت که شب گذشته جنگجویان طالبان از چند جهت بر روستای خنبگنوین ولسوالی کشم این ولایت حمله کردند. سخنگوی پلیس بدخشان افزود که با مقاومت نیروهای امنیتی حملات طالبان مهار شده و تلفات سنگین بر جنگجویان این گروه وارد شده است. از سوی دیگر محبوب الرحمن عضو شورای ولایتی بدخشان به خبرگزاری افق گفت که حملات طالبان بر روستای خمیکنوین ولسوالی کشم دفع شده، اما در جریان درگیری 7 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز کشته شدند. این عضو شورای ولایتی افزود که در حال حاضر در چند ولسوالی بدخشان جنگ‌های پراگنده میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان رخ داده است. این در حال است که حملات جنگجویان طالبان در این اواخر شدت یافته و آن گروه حملات شدیدی را در اکثر ولایات کشور بر راه انداخته است که در نتیجه آن چندین ولسوالی سقوط کرده است. مخربان سال چه کسانی هستند؟ خبرگزاری 8 صبح کابل. تردید نیست که صلح افغانستان دشمنان قدرتمند دارد، به اندازه قدرتمند که توانستند صلح را به محاق ببرند و جنگ را به نحو کمپیشینه تجدید و تقویت کنند. اما مسئله اصلی شاید این باشد که دشمنان صلح آنهایی که این روند را تخریب میکنند و از آنان به عنوان مخربان صلح یاد میشود چه کسانی هستند، اهداف و منافع آنها چیست که در جنگ تامین میشود و در صلح به خطر میافتد. وزارت خارجه افغانستان برای نخستین بار به کاربرد اصطلاح مخربان صلح در ازارات مقامات پاکستانی واکنش نشان داده و گفته است مخربان صلح آنهایند که به خونریزی در افغانستان ادامه دادند. وزارت خارجه گفته مخربان صلح آنهایی هستند که به خواست بر حق مردم افغانستان و جهان برای صلح جواب رد داده و جنگ را تجدید کردند. این وزارتخانه تصریح کرده که مخربان صلح را همه میشناسد. مقامات پاکستانی همیشه ادعا کردند که مخربان صلح در داخل و خارج از افغانستان کوشش دارند این پروسه ناکام شود. در آخرین مورد 3 روز پیش شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت باید در برابر نقش مخربان صلح چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان هوشیار بود. با آنکه مقامات پاکستان به طور واضح از شخص یا کشور خاص به عنوان مخربان صلح نام نبردند، ولی تصور می شود اشاره آنها به هند و شمار از مقامات دولت افغانستان باشد. تشکر که تا این دم با ما بودید. شبتان خوش.